Help me, help me. سلام و خوش اومدید به ویدیو ویژه. همونطوری که تو یوتیوب من تو بخش کامیونیتی تب و تو اینستاگرام اعلام کردم، من یه تغییرات عالی به ستاپ کار یوتیوبم دادم که اینو میخواستم با شما در میون بذارم و برای شما سوالا رو حل کنم. دیگه وقت تغییر بود و دیگه باید یه پیشرفت‌های خیلی بیشتری رو توی ستاپ کارم میدیدیم، چون اصلا کیفیت میکروفون خوب نبود و به نظر من دیگه واقعا بد بود برای ادامه دادن با میکروفون قبلی. برای همین من میکروفون جدید آدیو تکنیکا رو گرفتم که همونطور که دیدید این میکروفون XLR هستش و کاردیوید پولر پترنه، یعنی فقط از جلوهاش صدا ضبط میکنه و از پشت صدا ضبط نمیکنه، فقط از جلو صدا ضبط میکنه. و این میکروفون از میکروفون‌های USB نسبت به کارهایی که میکنید بهتره، حالا تو ضبط صدا باشه یا اینکه کار موسیقی باشه، از میکروفون‌های USB بهتره. و برای راه انداختن این میکروفون ها شما به فانتوم پاور نیاز دارید که برای فانتوم پاور من از برنجر استفاده کردم که UMC22 که این فانتوم پاور برق کافی رو برای راه انداختن این میکروفون ها میده. شما نمیتونید برق میکروفون رو با کارت صدای خیلی ابتدایی را بندازید و باید یک کارت صدای حرفه‌ای داشته باشید، برای همین هزینه ها رو میبره بالا. این میکروفون الان توی بازار 1800 حدودا پولشه و کارت صدایی که به شما نشون دادم حدود 1,000,000 پولشه و کلا اینا هم قیمتاش بود. حالا ببینیم توی ظرف میکروفون چی میاد. شما خود میکروفون رو دریافت میکنید، شما یه تبدیلی کلن پایه دریافت میکنید، پایه میکروفون، شما یه کیف چرب دریافت میکنید و مقداری راهنما، که راهنما رو دیگه کی میخونه این روزا. به هر حال این میکروفون واقعا عالیه، بدنه یک تماما فلزی داره که یکی از چیزهای خوبه که میکروفونهای حرفه‌ای باید داشته باشن. فقط این نبوده، همونطور که میبینید کلن نور عالی شده و خیلی هاتون هم گفته بودید که اگر نورت بهتر بشه عالی تر میشه. این نوری که میبینید من دارم الان استفاده میکنم نور گوداکسه که یک نور حرفه‌ایه و سافته، یعنی نور نرم میده، نور سوخته به شما نمیده و چش شما رو کلن بگم در نمیاره. من تا الان از دو تا چراغ مطالعه استفاده میکردم که به شدت چش منو اذیت میکردن، کلن کم کم داشتم مشکل تو چشام میدیدم و دیگه الان بهتر شد. قیمت این محصولم نزدیک به 1,000,000 تومان یا تقریبا بگم 1,000,000 تومانه و برای شروع کار من نه این میکروفون رو پیشنهاد میکنم نه این نور رو پیشنهاد میکنم، چون خودم از صفر شروع کردم، یعنی با میکروفون هدفون و از اون راه کارامو انجام دادم با یه دوربین سی فکر کنم 390 لاجیتک که خیلی ضعیفه و برای شروع کار از اونا استفاده کردم. دیگه باید کم کم آدم تغییراتی بده وقتی تو کارش پیشرفتی کرد و باید کیفیت کارو بالاتر ببره. این نوری که الان دارم ازش استفاده میکنم حالتهای مختلفی داره، میتونید روی صفحه ببینید. الان من حالتاشو تغییر بدم، میتونید نورو بیارید زردش کنید که کاملا باحاله و میتونید ببرید تا آخر بالا و حالت یخی بهش بدید که خیلی دیگه سفید میشه، من زیاد خوشم نمیاد، یا مثل من یه حالت خیلی معمولی تر بذارید که خیلی بهتره. برای همین نور رو واقعا دوست دارم و اصلا هم دیگه چشای منو اذیت نمیکنه. حالا میشه مثلا قدرت نورم آورد پایین که خیلی عالیه، مثلا مقدار نورم آورد پایین مثل این که الان میبینید مقدار نور رو دارم میارم پایین، یا کلا ببرم بالا که واقعا عالیه. درون ظرف این نور LED هم چند تا وسایل هست، خود مبدل برق شهریش هست و چند تا دفترچه راهنما و کلن کنترلرش که کلن میشه ازش استفاده کرد. پشتش هم یه بخش داره که از پشتش هم میشه به صورت دیجیتالی استفاده کرد و من الانم رو پایه قرارش دادم که پایه رو جدا سفارش دادم و کلن عالی شده به نظر من. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو کوتاه لذت برده باشید. ویدیو آپدیتی هست که من مثل همیشه قرار میدم در مورد کارم و به شما میخوام نشون بدم که کلن چجوری میگذره تا اینکه هممون باخبر باشیم و در مورد پیشرفتای کانال بدونیم. مرسی ازتون که این ویدیو رو تماشا کردید، همتون عشقید و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.